اسلام آمده تا عدل و مساوات رو و بی‌عدالتی رو، بردگی رو، تبعیض رو از دنیا برداره. والی مصر عمرو بن عاص، والی مصر یکی از استانهای بسیار قدرتمند اون زمان، در زمان خلیفه دوم و حضرت عمرو بن عاص والی و فرمانداره. بچه این والی، بچه این فرماندار توی مسابقه ای کنار قدرت پدرش، کنار موقعیت پدرش احساس کرد آقازاده است، میتونه رانتی، میتونه تبعیضی شامل حالش بشه، چون بچه فرمانداره، اونم فرمانداره یه جای کوچک، نه مصر. آمد و یه ضربه‌ای به یه قبطی، غیر مسلمان، قبطی که اصلا مذهب و دینش اسلام نیست، مسلمان نیست، احساس کرد که این دیگه شهروند درجه دو باید باشه دیگه. این دیگه اگر دادگاه های انگیزاسیون و تفتیش عقاید قرون وسطا رو بخوایم زنده کنیم، این همین که نفس میکشن باید برای نفس کشیدنش کنتور بذاریم، اکسیژن مملکت ما رو مفت داره میخوره، برای همین هم باید مالیات تعیین کنیم. کاری که پاپیسم و کلیسا در قرون وسطا با ملتش کرد، این میخواست همین جاهلیت رو دو مرتبه بچه والی کنار قدرت پدر تکرار کنه. یه مشتی به این قبطی زد، موسم حج شد، پدر این قبطی آمد پیش خلیفه مسلمان ها، گفت عمر، گفت بله، گفت دم از اسلام میزنی، دم از عدالت میزنی، دم از برابری میزنی، دم از مساوات میزنی، دم از مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی میزنی، دم از این میزنی که اسلام آمده که نظام طبقاتی رو برداره، اسلام آمده تا رفاه و امنیت بیاره. امنیتت چرا؟ مال یه طبقه خاصه. این امنیت مال ملت نیست. ملت مثل این که جوی هستن که کنار گندم همینطوری آب میخورن، وگرنه این آب رو برای گندم ها شما ول کردید، جوی بیچاره رسید میخوره، نرسید نمیخوره. مگه امنیت مال همه نیست؟ یا امنیت مال طبقه شماست که رعیت و ملت هم یه فایده کوچک کنار امنیت شما یه امنیت جزئی دارن؟ اینطوریه؟ حضرت عمر گفت چی شده؟ گفت والی شما، فرماندار شما عمرو بن عاص، بچهش به بچه من ظلم کرده، محکم بهش کوبیده، با مشت زده. فوراً هم عمرو بن عاص رو خواست، هم بچهش رو خواست، دادگاه تشکیل میده، همونطور که به پرونده ملت زود رسیدگی میکنه، به پرونده خود مسئولین هم اگر خطا کنن و ظلم کنن فوراً رسیدگی میکنه. توی چرخه اداری، توی پروسه قضایی انقدر اینو چرخ نمیده، انقدر بچرخونه که آقا طرف آخر بگه از خر ما از کرگی دم نداشت، آقا ولکن ما بریم. فوراً دادگاه باید تشکیل بشه. اسلام با عدالتش زنده است، اسلام با پشتوانه های مردمی و ملتش زنده است، اسلام با مساوات و خیرخواهی نسبت به ملتش روپاست. لذا من امروز روزیه که بعد عدالت اسلام رو بهش نشون بدم، بعد نشون بدم قانون مال یه طبقه خاص نیست، قانون مال همه است. عمرو بن عاص رو خواست، گفت بچت کجاست؟ آقازاده تو بیار، ژن برتر تو بیار، این اشراف زاده تو بیار. رفت بچه شو آورد، گفت تو بچه اینو زدی؟ هرچه بود انصاف داشت، هرچه بود دروغگو نبود،
هرچه بود بعد از ظلمش متوجه خطاش شده بود، گفت بله کردم. چرا زدی؟ سرش پایین افتاد، گفت یه مشت زدی یه مشت باید بخوری. کی میخواد بزنه؟ بچه یه قبطی که از طبقات پایین و پایین و پایین جامعه است، بچه فرماندار میخواد تو ملاء عام اندار عمومی بزنه. درس عدالت، درس مساوات، درس مبارزه با تبعیض. یه مشت زد، گو حالا عمرو بن عاص فرماندار امان بزن. این چرا بخوره؟ حضرت عمر یه جمله تاریخی گفت، ما تستعبدتم الناس، چرا بندگان خدا رو به بردگی میکشید؟ ما حکومت نمی کنیم که ملتمون رو برده کنیم. اسلام نیامده از ملت و از رعیت برده بسازه. کی قرار شد شما با حکمرانیتون، کی قرار شد شما با والی شدن خودتون دیگران رو برده تصور کنید؟ این برده نیست. تو داری تازه از جیب این ملت نون میخوری، تو نوکر این ملتی. اینا رو عمر نشون داد، کس دیگه تو تاریخ نمیتونه اینا رو نشون بده. تو از جیب این ملت، از مالیات این ملت میخوری و تو حقوق میگیری از بیت المال این ملت که بر این ملت خدمت کنی. تو نوکر این ملتی، ملت نوکر تو نیستن. ما نیامدیم چون پشت میز نشستیم، چون سمتهای اداری نصیبمون شده، چون اسمهای پرتمطراق مثل والی و فرماندار و استاندار گیرمون اومده، مردم رو به بندگی و بردگی خودمون بکشیم. چه جمله تاریخی و زیبایی از عدالت فاروقی رو بر تاریخ ثبت کرد. درودی بخونمش.